از لحاظ فنی ما امکان نسخه نویسی الکترونیکی را در مطب‌ها، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها به نوعی نسخه پیچی میشه از این مرحله به بعد و مراکز پاراکلینیکی هم از آزمایشگاه، فیزیوتراپی‌ها، تصویربرداری‌ها در همه این مراکز امکان پذیر کردیم، فراهم کردیم به این معنا که یا در سامانه خود سازمان تامین اجتماعی نسخه نویسی یا نسخه پیچی برای خدمت درمانی انجام بشود یا اگر این مراکز درمانی خودشون دارای سامانه ای بوده اند یا خواهند بود یا میخوان از سامانه خودشون بعداً استفاده بکنن یا الان دارن استفاده میکنن با یک نرم افزار واسط یا API به ما متصل میشن، به سامانه ما متصل میشن، زمینه که کار جدیدی انجام نمیدن، همون کار سابق خودشون رو که ثبتشون رو در سامانه مربوط به خودشون انجام میدادن در سامانه ما هم ثبت میشه و خدمات کاملا الکترونیکی ارائه خواهد شد. این روال کلیست که از ظرف چند ماه گذشته شروع شد. ما الزام و اجباری برای نسخه نویسی الکترونیک به نسخه پیچی ایجاد نکردیم. برای نسخه نویسی الکترونیک اگر پزشک امکان نسخه نویسی الکترونیک را داره و تمایل هم داره در سامانه ما یا در سامانه خودش یا اپلیکیشن خودش نسخه نویسی الکترونیک انجام میده، ترجیحاً این کارو بکنن. ولی اگر برایشون به هر دلیل تمایل یا امکان وجود نداره که این کارو انجام بدن، ما با دو تا فرض مواجهیم. بیمه شده ما تا به امروز حتما دفترچه داره. تا روز 30 بهمن ما دفترچه جدید صادر میکنیم. از 1 اسفند ما دیگه دفترچه جدید صادر نمیکنیم. این معناش نیست که ما دفترچه های موجودی که دست مردم هست را استفاده ازش را منتفی بکنیم یا دفترچه های موجود هست بکنیم. این معنا را نداره، چون بعضا من دیدم تعبیر اینطوری میشه. پس ما از 30 بهمن به بعد هم از دفترچه هایی که در دست مردم هست اگر پزشک تمایل به نسخه نویسی الکترونیک نداره یا امکانش را نداره استفاده خواهیم کرد و تا 30 بهمن ما دفترچه صادر خواهیم کرد. کم کم افرادی و اون افراد هم تعدادش بیشتر خواهد شد که دفترچه نداره از 1 اسفند به بعد. به تدریج برگاه که تموم میشه برای صدور دفترچه جدید از 1 اسفند به بعد نیاز مراجعه ندارن. در این فرض پزشک اگر تمایل یا آمادگی برای نسخه نویسی الکترونیک نداره در دفترچه بیمه شدگان ما نسخه نویسی میکنه. اگر اون بیمار دفترچه همراهش نباشه یا اینکه برگه دفترچه‌اش در روزهای آینده، در هفته‌های آینده، در ماه‌های آینده تمام بشود، در سرنسخه خودش نسخه نویسی میکنه و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی خواهد بود و فرد با این سربرگ به هر یک از مراکز داروخونه‌ها، مراکز پاراکلینیکی مراجعه بکنه، خدمات درمانی رو با پوشش تامین اجتماعی انشالله وصول خواهد کرد. این خلاصه کاریه که داریم انجام میدیم. داریم یک گام دیگری برمیداریم به سمت حذف دفترچه، وگرنه از روز 1 اسفند دفترچه حذف نخواهد شد، بلکه صدور دفترچه جدید در کارگزاری های ما و در شعب ما به نوعی دیگه تعطیل میشه، منتفی میشه، ولی دفترچه‌ای موجود که دست مردم باقی میماند قابل استفاده خواهد بود. این توضیح اصلی. اولین کار کرد اینه که ما به جامعه پزشکی، به جامعه درمانگران به طور کلی، داروخونه ها، پاراکلینیک ها اعلام آمادگی کردیم. بستر فنی و مالی رو هم آماده کردیم که عملا هم داریم انجام میدیم. بخشی از تعهدمون رو، بخشی از پرداختمون رو همون روز به اون مرکز انجام میدیم، پرداختمون رو صورت میدیم و مابقی را هم پایان هر ماه ظرف 10 روز معادل 100% اون چیزی که در تعهد تامین اجتماعی است به حساب طرف قراردادمون یا سرویس دهنده واریز میکنیم. این نکته مهم هست. فرایند کاغذی خود به خود خصلتش اینه که زمان ببره، تجمیع بشه، صورت حساب بشه، دست ما برسه. ما الان با وجودی که به روز پرداخت میکنیم 2-3 ماه طبیعتاً فاصله هست، ولی الکترونیکی این فاصله رو کلا نخواهد داشت. زمینه که من بعدم اولویت ما پرداخت هایی است که خدمت در بستر الکترونیک انجام شده و انشالله با هم یک کاری انجام بدیم برای مردم که ما بتوانیم یک روز اعلام بکنیم که بابت بیماری صعب العلاج، بابت بیماری مزمن، بابت به طور کلی بابت بیماری بیمه شده تامین اجتماعی پولی از جیب نمیده. برای این کار استقرار نسخه نویسی الکترونیک نیاز بود. نسخه نویسی الکترونیک برای ما این امکان را فراهم کرده که 2-3 تا کار را از نهایتاً 10 روز آینده شروع بکنیم. یکی بیماران صعب العلاج و بیماری های مزمن و بخشی از بیماری های سالمندی که بسیار پرهزینه هستن معمولا
با ریجستر شدن افراد کل هزینه درمانی این افراد رو 100% پوشش بدیم، اهم از داروشون، آزمایشگاهشون، مسائل اینطوری رو 100% پوشش بدیم. این بستر این کار رو فراهم کرده و واقعا وظیفه ای بود که معطل مانده بود و داره انجام میشه. برای شهرستان هایی که ما بیمارستان نداریم تامین منابع کردیم، همه کارها رو مصوبه ها هم عقد کردیم که 100% هزینه درمان بیمه شدگانمون در بیمارستان های دولتی رو بدیم، دیگه از جیب چیزی نیاز نباشه پرداخت بکنن. یک سری موارد و کارهای اینطوری داریم انجام میدیم که این واقعا ناشی از استقرار نسخه نویسی الکترونیک هست که در ادامه مسیر هم از این طریق با این ابزار خوب، با این امکان خوب ما میتونیم این وضعیت رو ادامه بدیم. انشالله بتونیم یک روزی در همین جمع مشابه اعلام کنیم که امروز تأمین اجتماعی بابت غالب خدماتی که وظیفه داره به بیمه شدگانش بده 100% هزینه رو پوشش میده و کسی بابت یک بیماری، خصوصا بیماری های پرهزینه، یک ریال هم دغدغه تأمین مالی و پول دادن از جیبش رو نداشته باشه، که گامهای مهمی ظرف 10 روز آینده عرض کردم هم در خصوص بیماری های صعب العلاج و مزمن و بخشی از بیماری های سالمندی به اضافه هر نوع خدمت گرفتن در بیمارستان های دولتی در شهرستان هایی که بیمارستان نداریم، همه اینها رایگان شدنش مسبب شده. انشالله بتونیم گام های بعدی را مشابه اینها برداریم. در گام اول همه شهرستان هایی که بیش از 20,000 نفر بیمه شده داریم و درمانگاه نداریم مسبب کردیم که درمانگاه بسازیم. ما از الان میتونیم بگیم که در هر شهرستانی که 20,000 نفر جمعیت داره، جمعیت بیمه شده داره، یا درمانگاه داریم، یا درمانگاه در دست ساخت داریم، یا درمانگاه مسببی که انشالله ظرف 2-3 هفته آینده چون تأمین اعتبار کردیم و به استانها ابلاغ کردیم ساخت شروع خواهد شد. و بعد از تکمیل این پروژه ها میتونیم بگیم هیچ شهرستانی نیست که تأمین اجتماعی بیش از 20,000 نفر بیمه شده داشته باشه و درمانگاه نداشته باشه. در حوزه های دیگه هم، در حوزه تجهیزات هم ما بر اساس جمعیت و سطح بندی وزارت بهداشت استانداردها همین گام ها رو داریم برمیداریم. تجهیزات های تک، تجهیزات عادی و افزایش تخت های بیمارستانی که 551 تخت را اضافه کردیم، بخش عمدهشون به بهره برداری رسیده در سراسر کشور و موارد مشابه اینها که بر اساس سطح بندی داریم جلو میریم. انشالله یه عدالتی بین مناطق مختلف که هدف گذاری شده به درستی محقق بشه.